مطمئن باشین نیستم. باشین. چطوری؟ می نویسین. ای بابا مکتوب؟ یه بار نارو خوردم. مطمئنم اینجوری نبوده. چه فرقی میکنه؟ مسئله همینجاست. یعنی چی؟ فرق میکنه. فرقش چیه؟ آدماش. یعنی شماها؟ دقیقاً ماها فرق میکنیم. ای بابا همه همینو میگن. چقدر میخوای؟ گفتم که غیر منطقیه. شما آمدی دنبال من؟ شما هم را بیا دیگه. نه را نمیام. برای چی؟ چرا داری خودتو خسته میکنی عزیز من؟ این راسته پره. باشه باشه، ولی ما دنبال سعادتیم. چی نیست؟ خب جوابم همونی که گفتم. این چیزی که داریم دربارش حرف میزنیم خیلی فرق داره. منم فرق دارم. بر منکرش لعنت. حالا شد. البته ما که ندیدیم، شما میگی. شک نکن. چطوری؟ تجربه شو دارم. ببینیم و تعریف کنیم. فعلا این طرف رو حل کن بعد. آقا جان حل میشه، حلش میکنم، مطمئن باش دیگه. نیستم. بابا این کیه دیگه؟ حالا این شعر رو پس برات بخونم. آینه ها در ازدحام چرخش تبر اقرار می کنند تصویری باژگونه را. خوش اومدین، امرتون. اتاق می خواستیم آقا. اباله زره عجله نکن فریبرز جان. چرا؟ خب مگه عجله داری شما؟ خب طبیعیه. نه نداشته باش. سلام آقا، ببخشید سوال داشتم از شما. بفرمایید. چی رو بفرمایید؟ فریبرز. منظورم این بود که امرتون رو بفرمایید. ببخشید، می‌خواستم ببینم اینجا هتل مسافرخونه است یا مهمانسرا. شما دنبال چی هستین؟ جواب. همه ما در زندگی دنبال جواب هستیم. اینجا مسافرخونه سعادته. چه جالبه ها، ولی این لابی شبیه هتله. لطف دارین شما، خیلی لطف دارین، خواهش میکنم. خب اجازه بدید پس یه شعر براتون بخونم. هرگز در سایه سار صورتهای زیبا نیارام همدم سایه گرد من. از چه لحاظ؟ بلاوز سیرت. خیلی قشنگ میگه، خیلی قشنگ میگه. به هر حال طبق استانداردها و قوانین این حرفه اینجا مسافرخونه است و نهار و شام هم سرو نمیشه. آخ ببخشید شما کک دارین؟ بله. منظورش تخت هاتونه. کک؟ سعادت و کک اشتباه اومدی. اینجا مسافرخونن، اما کاری که مو میکنم ما تو هتل 12 ستاره‌ش هم نمیکنن. یاختی گست بابا، اگه هتل هر روز صبح تمیزکاری میکنن، ما صبح تا شب تمیزکاری میکنم. اگه ملافه ها تو هتل مسافر به مسافر عوض میکنن و تمیز میکنن، ما برای هر مسافری کار میکنم. گوتار تموم کن. ببخشید ما منظوری نداشتیم. ما اصلا منظوری نداشتیم. سعادت و کک. خانم شما یه چیزی شنیدین از مسافرخونه که ایجوری اوجوری، سعادت ایجوری نیست. خیلی خوب، پس چه بهتر. ها نمیدونی بدونی. ببخش خانم عزیز، حالا شما چرا انقدر ناراحت میشین؟ بالاخره این حق مسافره که سوال بکنه. بله صحیح میفرمایین خانم. بله آدم باید بفهمه که چی و اکی یا کی بپرسه. دیماغز سنگت گت گت. خب شما جوابتون گرفتین، ما اینجا کک نداریم. سعادت و کک؟ اه باتی ببخشید خواهرم دیگه، اینجا خیلی زحمت میکشه. بله بله معلومه. خدایا چیزی شده خانم؟ همیشه تقصیر منه. میدونم که نتونستم هتلی در خور شأن ایشون پیدا کنم. باور بفرمایید که فکرشم نمیکردم که تمام هتلها پر شده باشند یا رزرو. مگه تهران شهر توریستیه؟ والا بیشتر اهالیش توریستن. توریست. فریبرز آخه خیلی ظریف گفتن شهین جان. جسارت شما چند وقت ازدواج کردی؟ ببخش شتو مگه؟ همینطوری کنجکاف شدم. ببخشین اگر فضولی بی جایی کردم. یه هفته است آقای عزیز.
جدی میفرمایین؟ چه آقای عزیز، چرا اینقدر تعجب کردین؟ نه خانم من درست میگن، شما به طرز مهیبی تعجب کردین. نه آخه میدونی من فکر کردم شما 10-15 سالی هست که ازدواج کردین. آخه رفتارتون بی فرورز، من نمیتونم اینجور تحمل کنم، جای مناسبی نیست. نه عزیزم ببین، اینجا حداقل ظاهر شبیه هتل مسافرخونه های دیگه که همین رو هم ندارن، تازه تمیز هم هست. دیدی که اون خانم چقدر با جدیت و با تعصب دفاع میکرد از نظافت و تمیزی. فریبرز همین کافیه؟ هرگز در سایه سار صورتهای زیبا نیارم همسر سایه گرد من، همدم سایه گرد من. چه فرقی میکنه فریبرز؟ خانم من از صمیم قلب از شما عذرخواهی میکنم، قصد جسارت و فضولی نداشتم. شما این کارو کردی. ببخشید من چیکار کردم؟ شما هم جسارت کردین هم فضولی کردین آقای عزیز. من که عذرخواهی کردم. خیلی خب، همسر دلبند من پذیرفتن، لطفاً بهترین اتاقتون رو به ما بدید. پره. چی؟ نه خانوم، حل میشه. آقای سعادت یه لحظه. یعنی چی میگی درست میشه؟ پره. اون با من، خودم با مسافرش صحبت میکنم، راضیش میکنم. بذار اینو بنن اون تو. صبر کن ببینم به شما چه ارتباطی داره. بابا اینا خوبن، میشه کار کرد، بذار بنن تو. ولی وضعی من تو که هنوز حل نشده که. حل میشه، مطمئن باش. نیستم. باش. چطوری؟ مینویسین بازم از همون حرفا؟ آقا شما مدارکتون رو ارائه بدین، منم میرم با اون مسافر صحبت میکنم. چند دقیقه تحمل کنین حل میشه. خدمتکار اینجاست؟ بله. این آقایی که رفتن بالا رو میگم. نه خیر، ولی خدا رو شکر کار شما داره حل میشه. خیلی خب، پس اجازه بدید که یه شعر براتون بخونم. بر تقدیر باید یکی بیاید و از گمان گرگ خبر برای خواب خرگوشان ساده بیاورد. فریبرز از کجا چشم میاریم؟ مار پیچ راه شمال، خسوف تبسم تو تر تفعل تاریک. اصلا میدونیم با همین شعراش من رو اینجوری درگیر خودش کرده. از شمال؟ بله، از خطه شمال شرق می آییم و می رویم به جنوب غرب. عجیبه، راه عجیبیه. اصلا شما خودتونم خیلی عجیبی. نه ببینید، ما آدم های عجیبی نیستیم. در باور قلیل ما تعادل سکون ترانه همیشه تنهایی است. عجب. فریبرز من یه ایدئالیست عصبیه. خیلی خوب، به مسافرخونه سعادت خوش اومدی. خب اینو گوش کن عزیزم، میگه پنجره اتاق سعادت به خوشبختی ما باز میشود. این البته یه ورسیون دیگه هم میتونه داشته باشه. آره بشه. پنجره اتاق خوشبختی به سعادت ما باز میشود. خیلی قشنگ. حالا اینو گوش کن. افسون هزار دریا و هزار موج، افسون هزار دریا و خب حالا میگه چیکار کنم؟ من چه میدونم؟ از من میپرسی؟ خب باز از کی بپرسم؟ غیر از تو کسی دیگه اینجا هست؟ میخوای از این بچه بپرسم؟ فریبرز برو ببین، شاید مال یکی از این اتاقای بغل باشه. برو بپرس. آخه برو
زود باشی که فرده برام کردی. رضا جانم مجه، صدای گریه بچه هست؟ هیچ کسی هیچ خبری از پدر مادرش نداره. خب حالا ما باید چیکار کنیم؟ من چه میدونم، الان هر کاری بکنیم تو درد سر میفتیم. چرا؟ خب به ما چه ربطی داره؟ منم میدونم به ما ربطی نداره، ولی تو درد سر میفتیم دیگه. حکایت رسوندن تصادفی به بیمارستانه، اینقدر اذیتت میکنن که از کار خیر خودت پشیمون بشی. فریبرز این تویی؟ نه عممه. فریبرز نمیخوای بری بالا یه سر گوشی آب بدی؟ چکی اینو بازی من نمیدونم که باید چیکار کنم، اما یک مرد واقعی اونه که در بیشتر اتنابه سامخم بدون تخمون خودشو بگیری، اما به شرط اینکه تو ساکت باشی و چیزی بگیری. چرا خاموش کن؟ چی؟ نمیخواد خودم خاموش میکنم. چه فرقی کردن؟ اون که روزه. میخوای ساکت بشی نه؟ زود باش، زود باش، اعتراف کن. تو کی هستی؟ از کجا آمدی؟ پدر مادرت کی هم؟ چرا این دارو با بیدار شده؟ اگر اعتراف نکنی من تو رو کتی نمیجاوان شد. وای داره میاد، داره میاد، کچ کنیم با تو هم، اگر ساکت نشی نمیدونم با چی کار کنم. تو باید ساکت بشی وگر نخواد رو میکشم، یکی از بلند میندازم پایین، یکی خودم رو دار میزنم. ساکت باش، تو باید اعتراف کنی، بگی پدر مادر چرا نمیتونی؟ نه نمیتونی، اعتراف نمیتونی، از کجا آمدی؟ در رو باز میکنین؟ نخیر. ببخشین چرا؟ مگه چی شده سر صبحی؟ 12 ظهر قربان. حالا هرچی، صدای بچه شنیدم از پایین. خب این هم مشکل منه؟ ای بابا من که عذرخواهی کردم، اصلا قصد مزاحمت نداشتم. ولی دارین مزاحم میشین. خیلی خب ببخشید. شنگ کجا؟ میخوام برم بیرون. ممکنه اون یارو مسافر خونه چیه هنوز بیرون باشه. اتفاقا من با اون کار دارم. سب کن من مگه بچه شدی عزیزم؟ به من نگو عزیزم. چرا؟ اثر را میری کنار یا نه؟ ببین من از تو با تجربه ترم، مگه ما چند روز قراره توی تهران باشیم؟ اون وقت تمام روزمون باید به این موضوع بگذره، اصلا به ما چه؟ تو داشتی این بچه رو خفه میکردی. من؟ پس من بودم بالش گذاشتم رو سرش؟ نه من داشتم بالش میذاشتم زیر سرش که راحت تر استراحت کنه. مسخره بازی در نیار فریبرزا. ببین میگی چی کار کنم؟ به فرزندی قبولش کنم؟ انتظار دارم با هم بریم بچه رو بدیم به مسافرخونه. چه حرفی میزنی؟ من چند لحظه پیش زدم زیرش، چطور میتونیم این کار بکنیم؟ بهمون شک نمیکنه؟ چه شکی؟ ببین بهم یه فرصت بده شاهین. تو دیدی که مسافرخونه چی صدای بچه رو شنید و اومد بالا ها؟ خب پس ما در باز میکنیم، بچه رو میزنیم بیرون تا صداش در بیاد، اونم صداشو بشنوه بیاد بالا ورش داره ببرتش. ما مثلا ندیدیمش ها؟ بهتر نیست؟ خیلی پس بیا. خیلی خوب. خوب خیلی خوب.
خیلی خوب برا اومدم. شراره های روح آتش بار من. آقای ایدالیست عصبی جانم کجا؟ نمیدونم، دیدنی های شهر تهران. شما الان دیدنی ترین توریست تهرانی. نمیفهمم. شما در مقابل دوربین مخفی هستی. کلوز بگیر بسته. دوربین مخفی چی؟ آهی چی؟ چه خیلی باشی شده؟ خانومی کشی بیاریم پایین. خانومی کی؟ چی؟ من کیم؟ اینجا کجاست؟ نه من نمیدونم. نگیر آقا. چی شده؟ نمیدونم. اینا کیم؟ تصاویر رو ببینی؟ تصاویر؟ تصاویر؟ دیروز گرفتی. من نمیدونم دوش بس ببینم کی میاد بیرون. نه سب کنیم. آن شما؟ نه من نیستم. این شما نیست. من نیست. این رفتار های من نه خیلی. این با فوتوشاپ. با فوتوشاپ. فوتوشاپ چه فوتوشاپ؟ این یه ویندوزای جدید اومده مثلا سر تو رو میبرن میذارن سر مایکل داگلاس و خوب آبون شده. نه این رفتار های من نیست. من یک شاعر هم. این رفتار. البته ما باید مجوز پخشش از شما بگیریم. من معلومه که اجازه نمیدم. اولا که این من نیستم. دوم تازه اگرم باشم این ورود به حریم خصوصی افراده. نه اتفاقا خواهش میکنم پخشش بکنین، اصلا مسئله نیست. ایشون هم اصلا شما حق نداری اعتراض کنی. من دوست دارم اتفاقا وجود واقعی ایشون رو همه بدونن که چقدر وجود. حالا من دیگه نمیگم چون من بیرون منتظرتم. خب فری باش. ممنونم. من نمیفهمم. آه افسوس، این منم یک شاعر مقموم بربر. یه بار دیگه بخوای پیش من از این شعر را بخونی ها با کسب اجازه از خانومتون. جانم همونی که شنیدی. آه این منم. من کیم؟ نمیدونم ولی این منم.